خدمت بعد از اینکه هزاره را برخا کردیم در شهرت و مینها ویدوی میخونیم و یک میدود و نفیلت پاییم. فرمان اینها مثل امیداست و اینها خیلی اهمیت داره، یعنی دنباله تفیلاست. ویدوی خوندن که ما اقرار میکنیم چه خطاهایی کردیم که برای ما مرتب نوشتن. البته خانم ها معاف هستن که ویدیو یک میدوت و نفلت و پعیم حیام نیستن، ولی اگر بخوان بخونن حتی تو خونه میتونن بخونن منهای یک میدوت، چون یک میدوت دیواریم شبیق دوشه هست. اگر با آهنگ تورا بخونن قابل قبوله، اگر با آهنگ تورا نخونن و روی به عنوان درخواست و التماس باشه گفتیم این دواریم شمیق دوشه هست نمیتونه. اگه 10 نفر مرد نباشن نمیتونن بگن، بنابراین اون رو نمیخونن. بقیهش بخوان بخونن اجازن، حیاب نیستن. لازم هم نیست که اگر آدم میخواد بخونه باید جایی باشه که آرون باشه، سپرتورا باشه، نه، حتی تو خونه هم باشه، جایی باشه که دارن میخونن اثرا باشن میتونن بخونن، کاری به سپرتورا و همسال اینها نداره. مسلمه کسی که مردم که یاهید بخواد بخونه ویدوی میخونه، ولی یک میدوت رو با آهنگ تورا میخونه و نفیلت پعیم که لداوید هست دنبالش میتونن بخونن. فرمان خود واژه های مختلف ویدوی، یه نفر میگه من غلط ها نکردم، برای چی من اقرار بکنم؟ بخواد نخونه، بعضی از این واژه ها رو نخونه، اجازه نداره این کار بکنه. حالا پس چرا میخونه؟ یه نفر بگه من دروغ دارم میگم، من دزدی نکردم یا کارهای دیگری نکردم. حالا بنش های میاره میفرمان که اولا ما توی ویدوی میگیم انهنو و عبوتنو، ما و پدران ما. منظور پدران ما کیه؟ نه بابای معمولی که داریم میگیم، بلکه میفرماد چون ما تو گیلگول هستیم و منطوری که ارزال قدش فرماد امروزه دین شما یک دست نیست، همش یه بار اومده دوبار اومده چند بار اومده که تیکون بکنه. بنابراین من میگیم قبلی های پدر ما هستن، یعنی من دوره قبلی که اومدم، حالا من بچه‌شم که دوباره اومدن تحصیل بکنم. بنابراین غلط نمیگه، دروغ هم نمیگه. چی میدونه در دوره قبلی چیکار کرده، چیکارایی کرده؟ یک. دو این که چرا میگیم این تمام این گناهان رو یکی یک میشماریم؟ خاطر این که ما اسرائیل هستیم، عربیم، زلازه، همه ما یه واحد هستیم. بالاخره دوست ما، رفیق ما، آشنای ما اسرائیل دیگری اشتباه رو کرده، برای همه میگیم، همه اینا رو میگیم، عنوان میکنیم. یکی دیگرش میفرمان چون بعضی موقع یک گناهی که آدم میکنه خیال میکنه اما گناه یه چیز سادهیه، ولی نه، خامین گفتن نه، همین گناهی که تو کوچک میشماری و حقیر میشماری این پای تو گناه بزرگ حساب میشه. مثلا میفرمان کل کوئس که ایلو آوه داوده زارا، هر کس که عصبانی میشه مثل این که بت پرستیده. مثلا آدم هایی که عصبانی میشن چیزی پرت میکنن، چیزی میشکنن، اینها فاس شلوم گناهشون سنگینه، مثل کسی که بت پرستیده. و امثال اینها هست. پس اگر ما ویدوی رو میخونیم
و میگیم که من غلطا نکردم به اون دلایلی که الان گفتیم مفهوم خودش رو داره. بنابراین میفرمان هم شریعت سبور هم جماعت باید موقعی که ویدوی میخونن شمرده یکی یکی حمیده بخونن، با عشق بخونن، با گریه، اگه گریه هم نمی کنن با آهنگ گریه و التماس میکنن. داریم اقرار میکنیم به درگاه خداوند. کسی که اقرار میکنه با قامت کشیده با داره شق القمر میکنه که داره من گناه کردم یا افتادگی میکنه، شرمندگی میکنه، با خمیدگی میخونه و با التماس یکی یکی میخونه. این ما فقط میخواییم سرعت میدیم و در بیریم. نه، این تفیلا خوندن تفیلا نیست. تفیلای واقعی باید بفهمیم چی داریم میگیم. همینطور میدونید که موقعی که لداویر میخونیم، نفیلت پایین میخونیم، چقدر مهمه. حتی توی گمارا خوندیم که مسئله ای که بین ربی هانان و رشت رقش پیش اومد که ناراحت شد ربی هانان و همینطور میدونید که خواهر ربی هانان زن رشت رقش بود، ازش دلخور شده بود چون یک کمی احساس کرد که بهش بی‌ادبی کرده، بی‌احترامی کرده. همیشه وای میستاد خواهره، یعنی زن رشت رقش، که ربی هانان نفیلت پایین نخونه، چون اگر نفیلت پایین بخونه با کمانا اثر میذاره رو طرف مقابل. بین چقدر مهمه نفیلت پایین. ما خیال میکنم وان تو تری تموم کردیم. نه بابا، آدم باید بدونه که تفیلایی که میخونه بفهمه، بدونه و چه با چه آهنگی بخونه، با چه صدایی، با چه نوایی بخونه که مقبول درگاه خدا بشه. میرین همه یکی پس از دیگری ما حواسمون جمع باشه که تفیلا که داری میخونیم هر کدوم از این بخش ها اهمیت خودش داره و باید دینمون و وظیفمون رو مد نظر بگیریم و از خداوندان کمک بطرمیم که ما را هدایت بکنه که درست تفیلا بخونیم و تفیلامون هم مورد قبول هشم قرار بگیریم. روز خوب بگیریم.